بله، مهمون امشبمون اولین مهمونمون آقای گل رابطه لیگ برتر تو فصل گذشته است، یکی از تاثیرگذارترین و موفق‌ترین بازیکن‌های لیگ توی فصلی که سپری کردیم. شهریار مقانلو خیلی خیلی خوش آمدید. عزیزی بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه مردم عزیز ایران. امیدوارم که هر جا هستن شاد و سلامت باشن. در خدمت زنده باشم. الحمدلله شوش. راجع به فصل قبل اول شروع کنیم صحبت بکنیم. فکر کنم چند هفته اول خیلی فوق العاده پیش نرفت، تا هفته 8 و 9 یه دونه زده بودی گل فکر کنم. هفته 5 یه دونه به زوبا هم فکر کنم. آره دیگه تا 9 دیگه از اینجا شروع شد. بگو اصلا از شروع فصل. خب ما فصل رو خوب شروع کردیم. حالا درست من گل نزدم ولی خوب شروع کردیم. یه ذره سرمربی تیممون هم یه ذره خارجی بودن. خب زمان میبره دیگه، مربی خارجی میاد زمان میبره تا شناخت از بازیکن ایرانی داشته باشه و از زمین و کیفیت بازی‌ها. خودش فصل خوبی بود. تو خودت شرایط در نظرت چطور بود این فصل؟ این فصل من نیم فصل اول یه ذره مشکلات بود، حالا همون آپدیت شدم با مربی و اینجور چیزا، ولی نیم فصل دوم خدا رو شکر شرایط من خوب شد، تونستم حالا شرط خوبی داشته باشم. پستی فکر کنم همون مدلی که دوست داشتی تیم بازی می‌کردی، که یعنی با یه رأس جلو که تو خودت بودی، یه رأس بلند قامت سر اول بزنه، نگه داره توپ و تا وینگرها اضافه بشن. خب خودم هم با دو تا مهاجم بازی کردم، ولی خودم در اصل دوست دارم پک فوروارد بازی کنم. بیخورد. آره دوست داشتم. بچی شد قهرمان نشدید به نظر؟ خب هم ما نیم فصل اول امتیاز زیادی از دست دادیم. و میگه همون شناخت سرمربی تیم یه ذره زمان می‌بره. بازم خوب برگشتیم، جلو هم افتادیم، ولی بازی با ملوا اتفاقی افتاد که نتونستیم قهرمان شیم. یعنی همه چی دست خودتون بود دیگه. اگه بازیاشو سپاهان میتونست همه رو ببره، اصلا کاری نداشت به تیم عادی، قهرمان بود. دقیقاً. قسمت نبود. بازی ملوا هم بگویمون. بازی ملوا شرط خاص خودش، ما استرس زیاد داشتیم، بعد دوست داشتیم زودتر گل به گل برسیم. بعد تایم بازی که میرفت جلوتر، یهو یه ذره بیشتر استرس داشتیم. حالا گل هم زدیم ولی عدم تمرکز باعث شد که برنده نشیم. چون موقعیت خیلی تیمتون ایجاد میکرد، بعضی بازی‌ها که حتی گیاره میخورد سخت میشد، مثل صنعت نفت مثلا هفت هشت تا نمیزدید، بعد یه دونه یکی چه مثلا در میومد. میگم دیگه بعضیش آخه بعضی تیم‌ها هستن که کلا از اول دفاعی بازی میکنن جلوی حالا تیم‌های بزرگتر، و بیشتر بازی ما هم همین بود، سخت بود دیگه. ما 10 دقیقه یه رو به اول باید گل میزدیم، اگه نمیزدیم یه ذره کارمون سخت میشد. تو آقای گلم شدی توی فضای عجیبی توی کرمان. حالا داشتیم صحنه گل رو میدیم به شهری، گفتم اینجا خود تو فقط خوشحال بودی، چون بقیه بازیکن‌ها تقریبا نتیجه اون سمتو میدونستن. تو بحث آقای گلی بود با متیقادی که مردش گل میزد. نه کلا من دوست دارم تو هر بازی برنده شم، حالا بحث آقای گلی اونجور چیزا نبود. من دوست داشتم حالا آخرین بازی من بود، آخرین بازی تیممون بود، دوست داشتم با برد تمام بشه. حالا هواداری که اومده بودن تا کرمان خوش ناراحت نره خونه‌شون، چون این مسیر طولانی اومده بودن، دوست داشتیم خوشحال برند، دیگه قسمت نشد. تو چهارتای آخر گل زدی، یعنی موتورت اون آخر فصل روشن شد، ولی این تعداد گل به نظرت کم نی برای آقای گلی انصافا؟ خب این برمیاره به ما الان، مثلا 3 سال پیش 4 سال پیش بازیکن داشتیم با 20 تا گل آقای گل میشد. آره هم شاید 16 تا مثلا از 16 تا تیم 5 6 تا تیم دفاعی بازی می‌کردن. آره ما الان 16 تا تیم 10 تا تیم دفاعی بازی میکنن. خب یه ذره کار واسه ما سخت‌تر میکنه. شما باید به اینم توجه کنید، شرط زمین، شرط خیلی چیزا دیگه هستش، توپ و خیلی شرط سخت. ولی این ذهنیت رو اینو قبول دارم که ذهنیت خیلی از مربی ها رفته به سمت اینکه من اول گل نخورم. دقیقا. یعنی شما آمارای دفاعی و کلین شیت رو نگاه میکنی همه بالاست، ولی هجوم خبری نیست، چون خراب کردن راحت‌تر از ساختن دیگه. یعنی فوتبال خراب کنی راحت‌تر تا اینکه بخوای بسازی بازی رو. این برمیاد به مدیرای تیم که دوست دارن نتیجه گرا باشن، بها نمیدن اونجوری که آزاد بذارن سرمربی تیم. خیلی از مربی ها دوست دارن که هجومی بازی کنن، ولی این سختگیری مدیر هستش که دوست دارن تیمشون نتیجه بگیره. ترس و استرس آره. خراب میکنن. اگر گفتیم اتفاقا با مدیرم صحبت کردیم، گفتیم آقا حواستون باشه، تیم مثلا میگه من 15 تا بازی اول من 6 تا گل خوردم، این دلیل نمیشه که وقتی شما تعداد برد و باخت تو باید نگاه بکنی، کیفیت بازی رو نگاه بکنی، یعنی معیار و ملاک این گل نخوردن فقط نباشه. با مورایس کار کردن چطور بود؟ خب ایشون مربی بزرگی هستن، من خیلی چیزای بزرگی ازشون یاد گرفتم، چیزایی که تا حالا هیچ کس بهم یاد نداده بود، این حس جنگنده بودن و ممنونم ازشون. حس خوبیه. خوب بود، پس راضی بودی از کار باش. حالا یه دورم شهریار رفت پرتغال اومد، اولش خود بگو از ترانسفر به اروپا اونجا شرایط چطوری بود، اون جوری که فکر می‌کردی کار پیشرفت یا نه؟ خب من پیکان رفتم پرتغال. خب
یه ذره زمان میبره تا با شرایط آب و هوایی و جبه تیم و اینجور چیزا آشنا بشید. اتفاقا زودتر آپدیت شدم، تونستم تو تیم بیام کار کنم تا یه جایی هم که خیلی خوب پیش رفت، ولی متاسفانه مسئولیت بعد موقع نزدیک من 2 ماه بازی نکردم، زرایه دستم بود، دستم شکست. قبلش این رسیدی به ترکیب اصلی بازی بله. رسید؟ بله من رسیدم بهش، ولی دوباره هم میگم مسئولیت 2 ماه عقب افتادم. یه ماه زودتر رسیدم ولی بیمه نمیذاره که اجازه بازی بهت نمیدادن. میگفتن تایمش باید بگذره تا خدا نکرده مثلا اتفاقی نیفته برات. بعد که ما اومدیم بازی کنیم، برگشتم بعد مسئولیت دیدم یه فوروارد خارجی گرفتن اسپانیایی. دیگه در شرایط سخت شد. با اون وجود دوباره من تونستم بازی کنم، گلم زدم. ولی یه ذره سخت شد دیگه. یه ذره بازیکنای برزیلی و دلالای برزیلی نمیذاشتن کارو بگیری. فعالم پس اونجا نه؟ خیلی. مثلا عجیب غریبم اونجا. خیلی از اینجا که فعالیتشون یعنی باید بیان جایی دست بگیره. نه اونجا بیشتره. پرتغالم یه چیز عجیبیه اصولا. خب بیشتر بازیکناشون برزیلیان دیگه. حالا رابطه‌ای که دارن، حالا مدیر برنامه‌شون هم برزیلیان با باشگاه هم که در تماسن. بیشتر منفعت داشتن تا اینکه تو بازی کنی. بعد این ولی جالب بود، یعنی از پیکان ترانسفرت به اونجا بعضی اتفاق جالب بود. تو خدمت سربازی تو ملوان بودی بله. سال دوم عالی بودی، یعنی سال اولم حالا یه ذره تحت فشار سخت بود، جراحی تازه رفته بود، شماره 10 پوشیده بودی اونجا بله. یه ذره کار بعد سخت بود، ولی فصل دوم به نظر من شاید بهترین فصل فوتبال اینجا. از آقای فراد پورغلامی هم تشکر کنم، خدا بیامرز، نادر دستنشانم خیلی بهم کمک کردن. آره سال دوم با آقای نادر بودید؟ من سال اول با آقای نادر دستشان بودم، سال دوم با آقای فرهاد پور. با فرهاد آقای گل شدی دیگه. بله بله. بعد میگم این از پیکان رفتنه ها. چون اکثر بازیکن‌ها دیدی که حالا استقلال، پرسپولیس، صفاهان از اونها معمولا ترانسفر میشن، ولی اتفاق جالب. خب من خیلی صحبت دارم بکنم، حالا بیشتر صحبت‌ها هم برمیگرده به اینکه برگشتم اومدم پرسپولیس. خب شرایطی که من اومدم پرسپولیس، با من تماس گرفتن، نزدیک 200,000 تا برای پول رضادامه می‌خواستن باشگاه پرتغالی. خب باشگاه پرسپولیس نداشت و مثلا مبلغ سنگینی بود. آقای ابراهیم شکوری با من تماس گرفتن، چون اینا رو من اینا رو دارم توضیح میدم چون 2 سال صحبت نکردم و دوست دارم یه ذهنیتی به هوادار پرسپولیس به مردم بگم. من وقتی برگشت اومدم پرسپولیس می‌خواستم با 200,000 تا پول رضایت بدن، اونم قرضی، که مدیرای محترم میگفتن که برو بگیر، برو اصلا سر تمرین نرو، برو داد و بیداد کن. گفتم نمیشه که اینجوری، که بالاخره یه چیزی داره، یه قانونی چیزی داره. با این وجود من نمیذاشتم مثلا 200,000 تا باشگاه سانتا کلارا بگیره، که من خودم شخصا با مدیر برنامه خودم رفتم صحبت کردم، گفتم که این مبلغی که شما میگید، شما به من چقدر پول دادید که بابتش این مبلغ؟ میگه نه ما اصلا حق رشد داریم، میخوایم تو رو چیز کنیم. مهرسل مجموع ما با 50,000 تا باشگاه سانتا کلارا خودم شخصا خودم راضی کردم، نه باشگاه پرسپولیس، نه آقای ابراهیم شکوری، هیچ کدوم از اینا نه، من خودم شخصا صحبت کردم. این گواهی رو آقای حمیدخان مطهری میتونم بدم که رضایت تو گرفتی از باشگاه، که خودم شخصا 50,000 تا گرفت پول دادم رزاحت. خودم شخصا نه، مثلا باشگاه 50,000 تا توافق کردیم که بدیم به باشگاه سانتا کلارا قرضی بیام پرسپولیس. من اومدم پرسپولیس بعد بازی دربی لیگ که ما 1-0 بردیم، آقای علی اومد گفتش ما شما رو می‌خوایم، خود شرایط چجوری، دوست داری بمونی دوست نداری؟ گفتن که من خدا رو هم تا الان همه چی خوبه، شرایط فوتبالیم خدا رو دارم پیشرفت می‌کنم و قبلا هم دوست داشتم با آقای علی کار کنم. گفتش باشه من صحبت می‌کنم که نامه رو بزنم کار اداری انجام بشه. یو بعد 1 ماه فکر کنم 2 ماه مونده بود بازی تمام بشه، تایم زیادی بود که حالا نامه نگاری و همه چی انجام بشه. این اتفاق نیفتاد تا دقیقه 90. تا دقیقه 90 که یهو مثلا پیشنهاد زیاد داشتم، از تیم‌های عربی پیشنهاد داشتم، داخلی هم پیشنهاد داشتم. اون سالی که من اومدم پرسپولیس، آقای مساقی، من راحت میتونستم 3 برابر اون پول رو از باشگاه پرسپولیس گرفتم، 3 برابرشو بگیرم. یعنی اینکه یه سری هم دوستان که میگم من به خاطر پول رفتم، من اون سال میتونستم 3 برابر اون مبلغ رو از باشگاه داخلیمون بگیرم، حالا باشگاه خارجی کاری ندارم.
نکردم، اومدم. ما رسیدیم، ما پیشنهاد داشتیم، فصل تموم شد، همه چی. باشگاه سنتریال چند بار نامه زده بود که بیاید تکلیف این بازیکن شما میخواید، بیاید تکلیف رو روشن کنید، که جوابشون رو نمیدادن. که یه روز با من تماس گرفتن، گفتن که نزدیک 700 هزار تا میخوام. گفتم که من با باشگاه، با مدیر تیم که خیلی هم دوستم داشت، یعنی اوکی بودم باهاشون، یعنی راحت بودم، میتونستم صحبت کنم، آقا بیشتر کارم هم برای اون انجام دادم. گفتم که من با ایشون صحبت کردم، با 300 هزار تا اوکی بودن، چی شده الان که میگه 700 هزار تا؟ بعد جالبش اینجاست که پولو این نمیگه، با 300 هزار تا کارو تموم کرده بودم. یعنی انقدر این پروسه مثلا طول کشید، انجام ندادن دیگه. یا من باید برمیگشتم با شاید سانتا کلاس که دوست نداشتم، چون سبک مربی یه جوری بود که به من نمیخورد، با من اونجا دفاعی بود که ما بیشتر بازیکن ایرانی دوستان هجومی باشن، فوروارد دوستان هجومی خودشون نشون بدن، که اتفاق نیفتاد. باز میتونستم با شرایط دیگه ای که همین کاری که باشگاه سپاهان انجام داد و انجام بدم، یعنی اینکه میتونستم بازیکن بدن که منو بگیرن، که باشگاه سپاهان انجام داد. اینجا میخوام بگم گناه من چیه؟ چرا باید این اتفاق برای من بیفته؟ شما این کار رو انجام ندادید، من گذاشت جلوی هواداری که از پشت پرده هیچ خبری نداره، که راحت میاد مثلا خیلی چیزها رو قضاوت میکنن، خیلی حرفا رو میزنن. من هم آدمی هم که نمیتونم بیام بگم، چون من یه مسئولیت خانواده دارم و یه مسئولیتی چجوری بهت بگم، من بچگی با سختی بزرگ شدم، اومدم به اینجا رسیدم، نمیتونم راحت اینجا که هستم و از دست بدم این جایگاهی که دارم. بعد با مبلغی که من رفتم باشگاه سپاهان، اون مبلغم کم بوده، نمیگم که من به خاطر پول رفتم، به خاطر من بالاخره قرارداد میبستم، یه مبلغی رو دریافت میکردم، چطور از باشگاه پرسپولیس دریافت کردم، باشگاه سپاهان هم دریافت، که منو بذارن جلوی هوادار که ناتوانی خودشونو رو سر من خالی کنن. من گلگی از آقای ابراهیم شکوری خیلی دارم و دستشون هم خیلی ناراحتم. حتی اگه مثلا نتونستن، حتی می اومده یه صحبتی می آقا ما به این دلیل به این دلیل نتونستیم، مبلغ سنگین بود، ما شرطش نداشتیم، باشه اوضاع مالی خوبی نداشت، نه اینکه هیچ مسابقه ای نکنن بیان بگن که به خاطر پول رفت. رفت. حالا اصلا اون 300 هزار تا چجوری شد 700 هزار تا؟ خب پیشنهاد برای باشگاه سانتوشیلا زیاد بود دیگه، چون من تو بازی‌های آسیایی هم خوب کار کرده بودم، خب تیم‌های عربی هم زیاد بودن دیگه. ما اینم که دید پیشنهاد زیاده از زیاده رو آره بالا. دیگه طمع کردم، ولی من به توافق رسیده بودم، یعنی یه ماه زودتر این کارش انجام میدادن، نامه‌نگاری‌هاشونو تموم شده بود. ولی بحثای بعد از جدایی فکر کنم یه حجمه زیادی اومد به سمت، حالا هم فضای مجازی هم از سمت هوادارا، که حالا شهریار ول کرده رفته تیمو، نمیدونم عکساشو پاک کرده و از این. نه اصلا راجع به این استادیوم اصلا نمیخوام صحبت کنم، چون من هر کاری رو بخوام بکنم با فکر و با دلیل انجام میدم، اصلا به نظر من اینجا جاش نیست صحبت کنم. و اینکه میخوام به مردم، به هوادار پرسپولیس اینو توضیح بدم، آقا این اتفاق افتاده که نتونستن این کار انجام بدن، کاری که باشگاه سپاهان کرد و بازیکن داد، پولی نداد، بازیکن داد که بره اونجا پیشرفت کنه، همین کار باشگاه پرسپولیس اگه منو میخواست انجام میدادن، که آقا یحیی خودش دو سه بار، من خودم شخصا مدیر برنامه فرستادم باشگاه جوابشو ندادن، دو سه بار آقا یحیی گفته بود. وقتی نمیکن مثلا مردم یه چیزی نمیدونن، اینو میدونم که میخواستن، میخواستم تردیدی ندارم تو این قضیه، ولی یه جوری رفتار کردن که مثلا منو مثلا جلوی هوادار پرسپولیس بذارن. من تا حالا نتونستم مثلا به بزرگتر از خودم، تا حالا نشده بی احترامی کنم، نشده مثلا حرفی بزنم، آزرده خاطر کنم کسی رو، ولی واقعا دستشون ناراحتم. یا حتی یه مسابقه یه چیزی، آقا ما به این دلیل نتونستیم، چرا این کارو انجام ندادن؟ خب من یه مسئولیت خانواده رو به دوش دارم میکشم، میمونن یه توضیح میدادن. شما تو اون یک سالی که من رفتم سپاهان واقعا سال اول خیلی اذیت شدم، همینو خواستم بگم، خواستم بگم خیلی تحت فشار، خیلی اذیت شدم. یعنی یه تشکر ویژه از هواداره سپاهان بکنم، تو این دو سالی که من اونجا بودم واقعا دارم میگم به من لطف داشتم، حمایتم کردن، دستشون رو از همینجا
میبوسم، امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشم. ولی هیچ وقت نمیبخشم یه سری یارو. ولی خیلی خوب عبور کردی به نظرم از اون فضا، یعنی اینکه بتونی کیفیت رو نگه داری، یا یعنی این فشاری که الان فکر کنم حتی تو صحبتات هم متوجه میشم که تحت چه فشاری بودی توی مقطع، اینکه بتونی فنت رو نگه داری، کیفیت کار راحتی نیست. خب اینجا جا داره از آقا محرم واقعا اسطوره است، یعنی اسطوره ایه که من خب اسطوره زیاد داریم تو کشورمون، ولی ایشون واقعا یکی از بزرگترین آدمایی که تا حالا دیدمه. خیلی بهم کمک کردن تو این که من این بحران رو رد کنم. بعضی وقت مثلا من 2 ماه بود که مثلا با کسی صحبت نمی‌کردم، ولی آقا محرم من کمکم می‌کرد، راهنمایی می‌کرد تا من تونستم این پروسه رو رد کنم. آره من همیشه شهریار رو بگو به خند و شاد ندیدم تا حالا اینجوری بغض کنه ناراحت شه، بخاطر همون فضایی که ایجاد شد براش و خودش دوست داشت حالا بمونه رفت یه باشگاه دیگه، ولی اینکه تونست سال اولو بگذرونه و بعد آقای گل لیگ برتر بشه، واقعا دمت گرم، جای تبریک داره بهت. عبور کردن از مشکلاته که میگن آدم رو با اون سختیه قضاوت نمی‌کنه، با نحوه عبورشون از اون سختیه قضاوت می‌کنه. دمت گرم. حالا به نظرم برای هواداری پرسپولیس هم یه توضیحی باید میدادی این فضا رو و الان فرصت خوبی بود. خب من تو این 2 سال اصلا هیچ صحبتی از من فکر نکنم. یادم اینجا از اصحاب رسانه هم یه تشکر کنم. خیلی اذیتشون کردم. حالا بعضی وقتا هم نشده باهاشون مصاحبه کنم. بیشتر دوست داشتم بیام این توضیحاتو بدم، مردم یه سری حقیقتا رو بدونن. که یه سری مشکلات بود، نه اینکه فقط شهریار مامالو رو بذارن یا بزننش قضاوتش کنن. این اتفاقات افتاده که به اینجا رسیده. مگر من شرط میگم بعد بازی دربی که ما بردیم آقای یعنی تو رختکن اومد صحبت کرد با من. خب آقا ما میخواییم تو دوست داری بمونی دوست نداری؟ گفتم آقا باشو من اوکی هم با باشو صحبت کنیم که به توافق برسیم که این اتفاقات افتاد. هاشم علی حالا گلاش هم بچه‌ها پخش می‌کنن توی تیم‌های مختلف راجبه صحبت می‌کنیم. از پیکان ملوان، دوباره پیکان یا هم ملوان خدمت؟ نه پیکان بودم، رفتم 2 سال سربازی ملوان، دوباره پیکان سانتا کلارا پرسپولیس. قبلش چی؟ یعنی پایه‌ها چی؟ من پایه‌های پیکان بودم. پایه‌ها پیکان بودی پیکان از اول و جوانانم دلوار افسار بودم. من سرخپوشان دلوار. بچه کجایی؟ من بچه شهراره. شهرره. خب بچه اصلی اصالتا زنجانی هم زنجانی هستی؟ درست بشم اونجا بودم. به به. بعد خانواده چی؟ کسی دیگه فوتبالی هست نیست؟ چطوری؟ نه متاسفانه. خودت فقط؟ خود. یعنی از چجوری بود بعد فضای فوتبال قرار گرفتی؟ هیچ که فوتبالی نبود خودت رفتی؟ خودم رفتم اینجا. خب بزرگترین حامی خانواده بود. من جا داره اینجا تشکر کنم پدر مادرم، مخصوصا محمدمون داداشم، که خیلی زحمت کشیدن. جایی بود که مثلا من میرفتم تمرین میومدم کار میکرد محمد، هم درس بخونه هم کار میکرد که بتونه خرجه منو بده. من بعضی مسیرها رو پیاده میرفتم میومدم، یعنی یه مسیری بود که اون موقع من پول نداشتم، پیاده میرفتم. حالا شاید بعضی وقتا با مربی برمیگاشتم، اگه نبود یا کار داشته باشه دوباره مسیر پیاده برمیگاشتم خونه. یعنی مسیر خیلی سختی بود. و همون مسیر سخت من میشنم فکر میکنم یه چیزا رو میشنم اذیتم میکنه. به خاطر همین زاد رخ خدا تشکر کنم که منو گذاشته اینجا. ممنونم ازش. نمیدونم به چی نگاه کرده، به دل من، به دل خانواده‌ام. فقط ممنونم ازش. دمت گرم. این حالا اینا که میگن آقا فوتبال باید حتماً پول داشته باشی، نمیدونم پارتی داشته، بخش بزرگی شاید الان اون شده متاسفانه تو پایا، ولی خودش هم اگه طرف توانایی داشته باشه تلاش کنه به اون چیزی که میخواد میرسه. من اصلا یادم سال پیکان تو، قبلش بعدش ملوان تو، مشخص بود که این آدم این بازیکن یه چیزی داره، فیزیک خوبی که داره، چپ پا بوده. تو رو نذاشتن دفاع چپ؟ آخه تو ایران میگن هر کی چپ پا میذارن دفاع چپ. من یه بوره بازی کردم دفاع چپ، ولی دیگه یعنی مسی هم میواد تو لیگ اون اول یه مدت بوره دفاع چپ بازی، ولی دیگه استعداد نداشتم دفاع چپ. رفتی برای خط حمله دیگه. بچه تصویر گلای شهر رگی داریم با هم ببینیم، بعدش هم یه سری عکس ها میخوایم سریع ازش ببینیم. گلامون تمامه، عکس ها رو ببینیم. سلطان بامپیچیه، یعنی میگم چند چقدر باند براش استفاده شده از اول. چرا اینطوری شهر رگی همه جا نمیدونم به هر چی میخورم یا خودم میشم یا طرف میشه. این مثلا دست دماغه کجا خورد؟ دماغه نمیدونم کدوم بازی خورد. بازی بخونم با فجر خوردش، شکست دیگه. شکست بچه یه متی یه نیمروخ دماغ میری. به نظرم همونجا شهریار باید میگرفتی کارو عمل میکردی، یعنی میگفتی آقا این دماغ شکسته بذار همینجا درستش کنم. نه خوبه میخوایم بیرنده آقا زباد کن. نه جدی خیلی میاد بهت.
زندان. کارایی هم داشته، گل زدی جدی جون شهریار. کمک هم کرده تو نفس کشیدن، ولی حوازی کمک کرد. بچه عکسای دیگه اش هم ببینیم. خیلی بامپیچی میشه دیگه، میگم هر جا میخوره میشکنه سر صورت. این چه لباس قشنگی، لباس ملوان. آره شماره 10 ملوان که گفتم. یعنی دو سالی که تو انزلی زندگی کردم بهترین روزهای زندگیم بود. جادر از هواداراشون هم تشکر کنم و یه اسخایی هم بکنم، بازی با سپاهان ملوان تو همین فصل ناخودآگاه من لباس هم در آوردم. اصلا به اون چیزایی دیگه فکر نمی کردم که مثلا تیم قبلیم بوده، نه ولی لباس در می آوردم. اسخایی میکنم ازشون، میخوام بگم که ناخودآگاه بود اصلا این اتفاق اینجا افتاد، نه اینکه توهین تلقی نکنم، من ناخودآگاه این اتفاق. بعد محرومم شدم اصلا نمیدونستم. آره آره محروم شدی، بازی از دست دادی بازی. اسخایی میکنم ازش. هدیه شو ببینیم، ولی لباس بسیار بسیار قشنگی بود. این همین صحنه است دیگه. مرسی بچه‌ها، این همین صحنه است که خوشحالی بعد گل کرد و بازی بعدی با فکر کنم مسجد سلیمان بود. از دست داد اونجا. فرشاد گل فرشاد دیدی؟ با سلام صلوات فرستاد تو. گفتم تو چرا خوشحالی میکنی؟ باید خدا رو شکر کنی. بریم بعدی. اینم که پیکانشه. یه دونه تیم ملی هم فکر کنم داره، یه عکس خوشگل توی اردوی تیم ملی. آها این صحنه جام گرفتن با پرسپولیس. و اینم تمرین تیم ملی. راسته تیم ملی چی شد چهار؟ این مقطع دعوت شدی، بازی هم کردی ولی با متی تاره ما هم دیگه. متی پشت فوروارد بازی کرد، تو نوک بازی کردی. از اون اردو بگو هم. خب باعث افتخارم هم بود، من بتونم برای کشورم خدمت کنم و بزرگترین افتخارم بود قطعا. و بازم تلاش میکنم اگه لیاقت داشته باشم دوباره این لباس مقدس برسم. چی شد این سری دعوت شدی؟ سلاتید کمات فنی بود. آره بازی قبلی هم فکر کنم بازی دوستانه که داشتیم شما مهاجم نوک بازی کردی. بله. متی تارمی یه خط عقب تر بازی کرد. حالا با توجه به اصلا استایل بازیت، من یعنی مهاجمایی که معمولا آقای قلنایی میپسنده. بله. از قدیم نشون داده که کروش استنلی تور بازیکن میپسنده. حالا امیدوارم که موفق باشید، تیم ملی هم بتونی موفق باشی. تو ولی به عنوان یه مهاجم کارت زیاد نمیگیری شهریار نظره؟ آره نظره. باز رو خودم کار کردم اینجور شدم، ولی سعی می‌کنم. یعنی جدا از این قیافه مهربون یه پست جدا. آره یه ذره خشنم. آره. ولی سعی می‌کنم یه ذره کنترل کنم خودم. حالا من این نکته بگم تا شهریارم هست، من به این فکر می‌کنم باشگاه پرتغالی به ما چی میگن، یعنی چی فکر می‌کنن راجع به ما که ما بازیکن می‌فروشیم بهشون مثلا آتومن، بعد دو برابر اون ازشون قرض می‌گیریم، سه برابر می‌ریم می‌خریم. اصلا مگه میشه شما الان پیام نیازمندو دادی به باشگاه پرتغالی 120,000 دلار، حالا 400-500,000 دلار قرض گرفتی، بعد 1,000,000 یورو میدی میخری مهدی قائدی رو دادی به امارات یه عددی، دو برابر اون میدی قرض میگیری، سه برابر میدی میخری. الان اونا راجع ما چی فکر میکنن؟ اصلا مگه میشه؟ این ریاضیش غلطه. اصلا چرا اینجوریه؟ این برمیگرده به مدیرای، فرق بین مدیرا دیگه. یعنی اونا به سود دهی فکر میکنن، ما اینکه فقط بازیکن رو بفرستیم اونجا بعد دوباره برگردونیم. خب ببین نمیدونم، این معمولی نیست، طبیعی نیست. با 4-5 مورد اینجوری پیش اومده. شما خودتون آقا خود کلا خودتون رو قاضی کنید. آقا یه مدیر عامل باشگاه خندت نمیگیره؟ مثلا شما 10 سال دیگه میای فکر میکنی به قراردادی که بستی، میگی من اینو فروختم، این بازیکن رو فروختم مثلا 100,000 دلار، قرض گرفتم 300,000 تا، خریدمش 1,000,000. اصلا خیلی عجیب غریبه، من نمیدونم. اما اتفاقی که برای من افتاد دیگه، من پول رضایت من دادم 80 تا، بعد 50,000 تا گرفتن. حالا دوباره میتونستم مبلغی هم بگیرم، ولی تو این شرایط صلاح دیدن که بازیکن بگیرن. میخوام بگم که مدیر ما یه ذره باید به فکر مالی باشگاه هم باشن، اینکه درآمدزایی کنن. نه دیگه، وقتی پول هست میگن آقا خرج کن بره دیگه. اصلا وقتی 700 میلیارد بودجه داری 1,000,000 یورو اصلا اینا مشکلی نداره. حالا آقای مالو اینم نظرتم بگو راجع به این قانون سقف بودجه برای باشگاه. من سوالم دارم، حالا با دوستانم تو سپاهان و بقیه باشگاه هم میتونیم صحبت بکنیم اگه دوست داشتن بیان رو خط زمین. که با آقای فتایی هم میخواستن آشید بگیم، مدیر تیم سپاهان که فکر کنم یه 21 سالی تو باشگاه بود. بله. توش خواستن آشید بگیم من از قدیم فکر کنم سال 86-7 ما لغات لیگ قهرمان جام باشگاه آسیا مثلا میرفتیم اصفهان با ایشون صحبت میکردیم و هماهنگ بودیم تا همین چند هفته پیش. فکر کنم از مجموعه باشگاه جدا شدن. من خسته نباشید میگم خدمت آقای فتایی، دوست خوب ما. انشالله که از جا هستن سلامت باشن. منم خسته نباشید میگم. خب تو این دو سال خیلی کمکم کردم، ممنونم ازشون. خب الان مثلا لیگ عربستان
اینقدر بازیمون رو سخت گذاشتن. خب یه سری چیزا منطق نداره دیگه. ما باید یه کاری کنیم، به یه بازیکنامون رو پرورش بدیم. حالا من یه صحبتی هم با چیز دارم، مدیرای تیم که بازیکن خارجی میارن، بازیکن خارجی با کیف میاری، شما هزینه رو میکنید، حداقل 200 بذارید اون بازیکن با کیفیت رو بیارید کمک کنه، بازیکن جوانمون یه چیزی ازشون یاد بگیرن. آره واقعا نکته درستیه. الان شما سهمیه خارجی هم زیاد کرد، 6-1. مثلا کاتاتاو آقا مرز حسینی بهتره یا کاتاتاو؟ همون رضا میرزایی بهتر بوده کاتاتاو. چی یاد میخواد، چی میخواد اضافه کنه کاتاتاو به تیم شما؟ حالا مثال میزنم ها، من کامسوبا هر چی 10 تا بازیکن توی تیم های دیگه، پریرای پرسپولیس کاری ندارم، میگم اینی که قرار بیاد یورو بگیره دلار بگیره، آقا به یه دردی بخوره. دقیقاً همین دیگه، مثلا بده یه چیزی یاد بگیره. ما باید به این فکر کنیم که آقا ما بازیکن خارجی میاریم که بازیکنهای جوانمون یه چیزی یاد بگیرن، پرورش بدیم بهشون، مثلا یاد بگیرن فوتبال بازی کردن. خیلی رفتارها هستش، حالا شما تو 90 دقیقه رو مردم میبینن، مدیران 90 دقیقه رو میبینن، ولی تو تمرین این یه پروسه‌ای داره، یه سال تمرین داره، خیلی چیزا میتونن بازیکن خارجی یاد بگیرن. بازیکنهای ما با کیفیت باشن، با کیفیت باشن. حالا میگم راجع به این بودجه هم جالبه، امشب یه ذره فکر کنم بیشتر باید صحبت کنیم. 350 میلیارد مثلا بودجه دیگه برتر بر تیم‌های مختلف گذاشتن، که الان مثلا حالا 40 50 تاشو سر رضایت‌نامه، 20 تاش هم حالا سر قرارداد، یه درصد بالایش استفاقا خرج شد رفت با تیم امیدش بعد بازی کنه بقیه‌اشو. ولی آقا خودتون هم میدونید که ضمانت اجرایی نداره. میخوام ببینم چیکار میکنید. فدراسیون اعلام کرده ما اگه تیم بعدم بره شکایت بکنه حتی سیج میکنیم بازی رو. خیلی جالبه. بعد راجبش فقط حرف بزنیم به نظرم، که آقا اصلا یعنی چی؟ اصلا مگه میشه این مدل، مدل درستی به نظرم نیست. شهریار به نظرت، نظر راجب قهرمانی پرسپولیس چیه توی این فصل قاتل لیگ؟ خب لیاقتشو داشتن، قهرمان شدن، شرایط خوبی رو داشتن. خب ما هم تو کورس آقای گلی چیز بودیم، قهرمانی بودیم، ولی متاسفانه غفلت باعث شد که نتونیم دل هوادارمون رو شاد کنیم. بهترین بازیکن لیگ به نظرت؟ بهترین بازیکن لیگ مهدی ترابی. مهدی ترابی بازیکن از سپاهان. چی یه بازیکن از سپاهان بردار؟ یه بازیکن فرشاد احمدزاده. فرشاد احمدزاده رفیقت ها؟ خب نه خدا دارید، آماری که داریم میبینیم خیلی خوب بود، خیلی خوب بود امسال. انصافا فرشاد خب بازیکن خوبی زیادی داشتیم. پیام بود، رامین رضاییان، امید نورافکن، اینا بازیکنایی بودن که خیلی کمک کردن. تو قرارداد داری با سپاهان یه فصل؟ خب من قرارداد دارم، امیدوارم چه هر چی خیره به صلاح دو طرفه اتفاق بیفته. آیه این مدلی گفتی، یعنی شاید هم یه پیشنهاد یعنی جای دیگه ترانسفر قرار بشی؟ خب من پیشنهادات زیادی دارم، حالا ان شاءالله میام هر چی خیره اتفاق بیفته. واقعا داری یا مثلا این بازیکنا که مثلا میگن که من دارم ولی شاید احتمال داری که بمونی؟ یا توکل به خدا، هر چی قسمت باشه. ان شاءالله که موفق باشی، زنده باشی. میدونم که کلی برای این جایگاهی که الان توش هستی تلاش کردی قبل از اینکه اصلا تیم پای پیکان و دمت گرم. امیدوارم که تو ادامه مسیر هم زندگی فوتبالی، زندگی شخصیت موفق باشی. حالا نکته دیگه یکی هست؟ خب من دوست دارم اگه اجازه بدی از یه سری ها تشکر کنم، اونایی که روزای سخت کنارم بودن، حمایت هم کردن، و یه خسته نباشی به پدر مادرم بگم که خیلی اذیتشون کردن. شاید مثلا سال اول که من رفتم واقعا میدیدمشون ناراحت میشدن، ناراحت، گریه. میخوام بگم که دوستتون دارم، امیدوارم که همیشه سایه‌تون بالا سر من و برادرت جیم باشه. و یه سری از دوستانم از دست دادم، من روحشون شاد باشه، امیدوارم که غنی رحمت. و یه آرزویی هم دارم برای مردم عزیزم، امیدوارم که همیشه همیشه شاد و سلامت باشن، جیبشون پر پول، بهترین اتفاقا براشون بیفته. دمت گرم. ممنونم از شهریار مقالوی عزیزم، آقای گل نقاطی لیگ برتر، برای آرزوی موفقیت می‌کنم. بریم بخش می‌خوام ببینیم یه بحث استقلال شروع بکنیم، با یکی از بازیکن‌های استقلال هم گپمون رو آغاز بکنیم، هم راجع به سرمربی قبلی صحبت بکنیم، شرایط جدید تیم استقلال و نکاتش رو سعی می‌کنیم که بررسی